خانم احمدی، من پرینت همه تماس‌های شما رو دارم. تو این تماس‌ها تماس‌های گلفروشی هم بوده. شاپور می‌خواست تو حیاط یه حوض بسازه، بعد پشیمون شد، دادیم چند تا درخت و درخت چه جاش کاشتن. من میتونم یه نگاهی به حیاط بندازم. الو محسن. سلام. بیا خونه احمدی. تو میدونی الان بهمن کجاست؟ والا یه هفته پیش بعد مدت‌ها اومد اینجا، گفت یه مشکلی برام پیش اومده. گفت یه عده دنبالمه. گفت میخوام برم بهم. من اونجا یه خونه دارم، بعد زلزله نیمه کاره ولش کردم اومدم. کلید بهش دادم، با یکی از رفیقام که تو خط کرمو کار میکنه فرستادمش رفت. من همین امشب میخوام برم. بهم؟ آره. واقعا یه سر کار جدیدشون یارو انجام میده. هفته گذشته بلیط بوک کرده برای استانبول ساعت 2:30 فردا صبح. برای کی؟ برای خودش؟ با اکانت خودشه، ولی به یه اسم دیگه است. لیلا قوام، یه دختر. مشخصات رو بهشون گفتن، گفت به محض اینکه ببیننش به ما. لیلا قوام لطفاً به تلفن. نمی‌دونم اسمش رو پیج بکنم. نمی‌دونم. خب برو ببین چه خبره. خانم لیلا قوام لطفاً به اطلاعات پرواز مراجعه کنید. خانم قوام. به همکارتونم گفتم هنوز از گیت رد نشد. واسه کمک کنه پیج کن. یادت باشه قبل پرواز همه صندلی‌ها چک بشه. حتماً. رانا. خود اون شکستگی در حد یه ترک خیلی باریکه که فقط باید امیدوار باشیم تو این چند روز خونی ازش رد نشه. کنار اون شکستگی یه شکستگی کهنه است که جوش خورده. این خودش یکم نگران کننده است، ولی در کل الان کاری نمیتونیم بکنیم. وضعیت هوشیاریش چجوریه؟ خوب نیستش، تقریبا روی 3. الان وضعیت کما محسوب میشه که فقط باید امیدوار بود. Thank you.
شد سوار شد. آی پسر اینجا ببینم. بیا ببین اون ساک قرمزه رو ببینی؟ بله مال منه. میاریش دمه کجا؟ دپو. باش دپو. اینم دست مزدت. مرسی. زود باش زود باش کار دارم. الو فرشته. سلام. سلام فرشته، من برای اون کار پیش اومده. مثل همیشه بعد کارت میاد؟ آره شب میام خونه شما با هم میخوریم صحبت میکنیم. باشه. جناب سرگو. باشه منتظرتی. باشه خداحافظ. خداحافظ. جناب سرگو تشریف میارین؟ چیز به دیگه علی؟ الان باید با این احمدی حرف بزن. شوکه بود، بعید میدونم بشه باش حرف بزن. هر ساعت اگه بخواد حرف بزن الان وقتش. وای فراری هم نداره. دیدی جسدو؟ آره احتمالا با چاقو یا تبر زدنش. 5-6 تا ضربه تو گردنش خورده. تو میایی داره؟ نمیدونم، اگه لازمه بیام. نه لازم که نیست. شب قرار بود با خانمم بریم بیرون، ولی اگه کاری هست خب. نه برو به کارت برس. فعلا خداحافظ. شما خودت وکیلی، با کل پروسه هم آشنایی. نیازی نیست به توضیح بدم، جای هاشا نداره. تنها کسی که میتونه به تو کمک کنه خودتی. باشه اگه نیازی نمیبینی که حرف نزنی نزن، من میتونم با همین پرونده تو رو بفرستم دادسرا. خودشون تصمیم میگیرن، به من ربطی نداره. ولی بهت پیشنهاد میکنم به خودت کمک کن. حرف بزن. من گوشتمش. کمکی از دستتون برمیاد؟ کی کشتش؟ دقیقا یادم نیست.
شاید هفته پیش. چه روزی؟ سه شنبه هفته پیش شاید. با چی؟ چاقوی آشپزخونه. چرا کشتش؟ دروغگو بود، خیانتکار بود. به خاطر حرفای زن اولش؟ کجا کشتش؟ توی خونه. کجای خونه؟ شما سه‌شنبه هفته پیش که بندر عباس بودی؟ بودم، تهران بودم، یعنی بهش دروغ گفتم. من با موکلاتون صحبت کردم، همشون گفتن شما بندر عباس بودین، اونا دروغ میگن. نه، اون شبو برگشتم. با چی برگشتی؟ معلومه، خب با هواپیما، با چی باید برمیگشتم؟ چند تا بهش ضربه چاقو زدی؟ یادم نیست، یکی، دوتا، یادم نیست. یکی یا دوتا؟ نمیدونم. بعد اینکه کشتیش چی کارش کردی؟ فرداش زنگ زدم به یه باغبون، گفتم میخوام تو باغچه یه حوض بسازم. بعدم بهش زنگ زدم، گفتم پشیمون شدم، خودم بردمش جای حوض و پرش کردم. بعدم روشو چمن کاشتی. هسته شنبه هفته قبل تا الان چمن مگه اینقدر روش میکنه؟ نمیدونم، شاید سه شنبه هفته قبلش بود. ببخشید جانم سرگو، تو پاویون یکم قهوه دم کردم، گفتم شاید خسته ای. من برم، کار دارم. خواهش میکنم، با اجازتون. دایی جون گردنم، گردنم. میگم غذا هستا؟ نه تعارف نمی کنم، اون گلگاو زبون خونه. باشه، برات می کشم ببری. فردا بابا اینو برمی گردن، خبر داری؟ نه. آره به من زنگ زد، گفت فردا صبح ساعت 6:30 پروازشونه. خب چرا چیزی به من نگفت؟ نمیدون. میان اونجا؟ کجا؟ خونه شما دیگه. نمیدونم، شاید هم برن خونه خانم گلچین. کلن تصمیم گرفتن میخوان چیکار کنن با خونه ها؟ والا آرمان اگه شما بدونی ما میدونیم، کلا 10 دقیقه ما این زن و شوهر رو با هم دیدیم، هیچی هم که با آدم نمیگم میخوان چیکار کنم. عجب متنیه این. شاکریم، بالاخره باید معلوم بشه میخوان چیکار کنن، کجا زندگی کنن دیگه. آخه مثل که خانم گلچین یه خونه خیلی بزرگ تو مجیدیه داره، حتی دلش هم نمیخواد از اونجا بیاد بیرون. ما این خانم گلچین رو چی باید صدا کنیم؟ من که گلی جون صداش میکنم. چرا؟ مگه فامیلیش گلچین نیست؟ چرا، ولی اسم کوچیکش هم گلیه، گلی گلچین. اگه مطالعاتون تمام شد زده، من فردا ضبط دارم، برم مشخمو بنویسم. بیا ببینم. دایی جون
میگم حالا شما که از صبح تا حالا صد بار قرارتو با من جابجا کردی، نمیخواستی بپرسی که بعد خانم گلچینو چی صدا کنی ها؟ نه نگرانم دیگه، همین زندگی بابا. کاوه اینقدر منو نپیچو. بیا بشین. رعنا زنده است. رعنا؟ بم؟ از کجا میدونی؟ تو بیمارستانه. چی شده مگه؟ من اتفاقی تو فرودگاه دیدمش، رفتم جلو باش حرف بزنم، فرار کرد. اومد جلو در فرودگاه ماشین بیستد. الان آی سی و داری با من شوخی میکنی کاوه؟ که این همه اتفاق افتاده؟ تو همین چند روز گذشته خیلی وقت دنبالش میگردم. یعنی اتفاقی ندیدیش؟ همواره هم نه. از یه جایی شنیده بودم ممکنه زنده باشه، ولی اصلا انتظار نداشتم اونجا ببینمش. از کجا؟ فرق میکنه مگه؟ بله معلومه که فرق میکنه. خب تو الان کجا بوده؟ چرا از خودش خبری نداده؟ خدا داری دیوونم میکنی کاوه. نه خودم خیلی وقت بزم همینم. میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟ اصلا چیزی بیشتری نیست که بخوام توضیح بدم. پس برای همین بود که یهو زدی زیر حرفت. کدوم حرف؟ نغمه. من به نظرم باید به بابا هم بگیم. چی بگیم؟ یعنی تو کماست، از روی خود حالش بهتر شه. خودم با پدر حرف میزنم. کدوم بیمارستانه؟ قیافش عوض شده؟ بچه که بودم یه صفحه داشت توی روزنامه ها مخصوص گم شده ها، عکسشون رو میذاشتم با یه متن کوتاه زیرش. نام برده صبح روز پنجم دی ماه از منزل خارج و تا کنون مراجعه ننموده. یادته؟ گم شدن مثل قصه است، مثل رازه. تو هنوزم عاشق قصه ای کاوه؟ من هنوزم قصه خیلی دوست دارم. قصه از اون روز صبح شروع شد، پنجم دی ما، خونه ما توی بم. اینجا نشیمم یادته؟ یه پته بزرگ روی اون دیوار بود، تو خیلی دوستش داشتی. یه پته قدیمی،
منو پیچیدن توی اون. غروب بود، سگا پیدام کردن، از سرم خون میامد، فقط صدا میشنیدم، صدا. تو نبودی، هیچ کس نبود. بازم دیرم شده، باید برم. کسی اومده دنبالت؟ شما مریض دارید اینجا؟ بله آقا، چطور میگه؟ جای بعدی پارک کردید، پارکینگ دکتر هست، لطفاً جا و جاش کنید، ممنون. الو، سلام. سلام، ببخشید مزاحم شدم. چند تا نکته. اول اینکه این خانم احمدی رو چیکار کنیم؟ بازپرسش پیگیری میکرد؟ من خودم با بازپرسش تماس میگیرم. و اینکه یه پرونده جدید جناب سرهنگ ارجاع دادن به شما، خواستم بهتون خبر بدم. پرونده چیه؟ قتل یه بچه توی ترمینال، که بهتر کل گزارش رو بخونید. کدوم ترمینال؟ ترمینال جنوب. باشه. در ضمن جناب سرهنگ، امروز سراغ چمدون اون متهمی که توی بیمارستان هست رو از ما گرفتن. سر با مرزبان هم گفتن به شما تحویل دادن. جناب سرهنگ هم گفتن که اگه پیش شماست بیارید که به دادسرا تحویل بدیم. باشه، ولی من هنوز کار دارم. ایشون گفتن بیارید. خیلی خوب. امری ندارید با من؟ نه، خداحافظ. خدا نگهدار. میذاشتیم کمکتون کنم. شما راحت باشین، بفرمایید. رسیدم به خیر، سفر خوش گذشت. خیلی ممنون، جای شما خالی، خیلی خوش گذشت. از تیمور بپرسون، اونجا همش یاد شما بودیم. پدر راست میگن؟ آره با خدا راست میگه. میگم کاویر، چمیدونه چیه؟ بار سفر بستی؟ نه، مالی پرونده است، دارم میبرمش اداره. قربونت برم، شی صبونه بخور برو دیگه. موقع اومدن سر راه حلیم خریدیم. من اینقدر از داستانهای پلیسی خوشم میاد. اون موقع سر شیف که بودم روزنامه میآوردن، همش صفحه حوادث و پلیسی چو میخوندم. دستون درده. راستی اون نویسنده آگاتا کریستی رو میشناسی؟ بله، چند تا کتاب ازش خوندم. من از نوشته های پوارو خیلی خوشم میاد. راستی میگن همیشه مجرم به صحنه جرم برمیگرده، راسته؟ همیشه به جایی که قبلا بودم برمیگردم، به خصوص اگه از اونجا خاطره خوب داشته باشم. عجب جمله قشنگی. اینو حتما آگاتا کریستی گفته، درسته؟ نه خیر، این جمله استاده. اون موقع که تو بیمه کار میکردن، خودشون یه پاکارگاه بودن برای خودشون. آفرین، آفرین. باغبونه هم حرف زدم، حرفش مطابقت داشت. رفته بود اونجا برای کندن حوض تقریباً 2 هفته پیش بود. پرونده رو فرستاد این دادسرا؟ بله، با 2 تا مأمور بدرقه و بازپرس. به نظرم زود بود، نه بعد الان تغییر میدادیم دیگه. جای مجهولی نمونه با این اعترافات. به این زن اول مقتول رزم جو زنگ بزنیم بگیم بیاد اینجا. الان دوباره میخواد بگه من از سر کارم اخراجم میکنن، کار دارم نمیرسم. خب بگی نیاد، من میرم پیشش. چیکار باش داری؟ میخوام راجع به شاپور باهاش حرف بزنم. تا
نفهمم این احمدی چجور آدمیه نمیتونم باورش کنم. اطلاعاتم راجبش کمه. چشم. خانم توکلی. بله. قضیه این جسد ترمینال چیه؟ جسد یه جوان 22 ساله است به اسم رامین کوهستانی که توی دوتا کیف مختلف توی ترمینال پیدا شده. خب کی گزارش کرده؟ پلیس ترمینال گزارش کرده. یه بخش از جسد توی ترمینال پیدا شده. یه ساکبر معروف اونجا هست به اسم شلمان که بچهای کلانتری هم میشناختنش. هر وقت هرچی گم می‌شده می‌رفتن سراغش. یه ساک می‌دزده. بعد وقتی داخل ساکو نگاه می‌کنه می‌بینه یه بخشی از جسده. می‌بره تحویل بچهای کلانتری میده. بخش دیگه‌ش هم توی اتوبوس بین‌راهی پیدا شده که راننده تحویل پلیس سلفجگان داده. اونا هم با ما تماس گرفتن و پرونده رو برام فرستادن. کیا بودن تو اتوبوس؟ پلیس سلفجگان همه رو گرفته پرونده سازی کرده چون کیف بالای صندلی‌ها بوده قاعدتاً هیچ کس هم قبول نکرده که مالمونه. عید میدونم کسی که کیفو گذاشته اونجا خودش هم سوار اتوبوس شده باشه. اطلاعات خانواده‌اشو گرفتین؟ بله از این خانواده‌ای نابسامان بودن. پدر که نداشته مادرش هم معتاد بوده. دایی صبح به صبح میآورده تهران برای کار. دایی کجاست؟ توی همون ترمینال کار می‌کنه دستفروشه. شماره داره؟ بله موبایل. یه زنگ بهش بزنیم ببینیم کجاست. یا من یا تو باید بریم سراغش. چشم. در ضمن اون کیف متهم بیمارستان هم تحویل جناب سرهنگ بدیم. کنار میزم. جناب سرگرد اگه خودتون ببرین بهتره چون جناب سرهنگ میخواستن ببیننتون. الان عجله داریم. شما تحویل بدیم بعدا من میرم باهاشون صحبت میکنم. چشم. ساعت 10:11 صبح بودیم پیرمرد صبح اومد تحویل ما داد. رنگ و روش پریده بود. میشناسیمش. بوسجی نزدیم از فروشگاه ترمینال با کمک همین شلمان گرفتیم. بهش میگن شلمان. اکثر قفه دارا هم میشناسنش. یه موقعی میخوام بذارم برن یه هوی کار دارن به این میسپارن. دوستا بارم که خودمون موچشو گرفتیم انداختیمش زندان. باز چهار سه بار برگشت اومده اینجا. الان کجاست؟ جامعه‌کنه درست حسابی نداره. یه گوشه کنار تو خود همین ترمیناله. بازداشتش نکردی؟ چرا ولی به دستور قضایی فعلا آزاده. نه بنده خدا کارمون نیست. با این حال که میدونست ممکنه براش دردسر شه ولی اوور ساکو تحویل ما داره. به نظر آدم خوبی میاد. حالا این آدم خوبی که اتیکه جسد رو توی کیف آورده تحویل شما داد تو من از کجا باید پیدا کنم؟ من صبح همینجا دیدمش. تا شما یه تو محبته بزنید من پیداش میکنم میارم پیشت. خودم نتونستم چیزی بزنم دیگه. این رامین بدبختم که دو شب خونه نمیرفت مادرش اصلا چیز نمیکرد. چطور نمیفهمید؟ داره 5 تا اولاد داره هر کدومشون میرن یه گوشه کار میکنن همشون دخترن. یکی فال میفروشه یکی ماشین مردم رو میشوره کار این شکلی. خودش هم مریضه گوشه حواس درست نداره. مریض یا معتاده؟ چه فرق میکنه؟ به جای اینکه دنبال مرگ بچه خواهرت باشی اومدی دمپایی میفروشی؟ من نیام. شما خرج امشب منو میدی؟ اصلا یم نیومدم وسط این همه گرگ از کی شکایت کنم؟ آخرین بار که کجا دیدیش؟ دوشنبه صبح میشه 3 روز نه 4 روز پیش با موتو مثل همیشه آوردمش دم ترمینال رفت دنبال کارش. دم نهار که میشد میومد همینجا میرفتیم با همه چیزی میخوردیم ولی اون روز نیومد. گفتم حالا میره یه چیزی خودش میخوره دیگه. هاشم ازش خبری نشد.
ولی سابقه داشت که چند شب خونه نیاد. شبا کجا میموند؟ خیلی چیزی نمیگفت. این جوانای همسن سال ما رو که میشناسیم دیگه. خونه شون کجا بود؟ ته اسلام شهر. شما اونجا رو نمیشناسید. همین رامین دقیقاً شغلش چی بود؟ یه گاری کار میکرد، شاگرد اتوبوس بود. با همین آخری هم که اتوبوسشون خراب شده بود، یه دو هفته با گاری بار اینور اونور میبرد. حالا کاری هم نبود، همینجا علاف میچرخید دیگه بر خودش. دوستی یا رفیقی داشت که بیشتر از تو ازش خبر داشته باشه؟ اینجا همه دوست رفیقش بودم، همه کار میکرد. خیلی نمیگفت، یعنی نمیدونم خیلی کی و کجا رفت اون روز میکید. خب بعد از آخرین باری که دیدیش چی شد؟ آخرین بار فرداش اومدم شلمان رو دیدم، بهم گفت که جنازه رامین رو توی یه ساک پیدا کرده که برد طویل آگاهی داده همینجا. به کسی هم شک داری؟ به همه، همه. شلمان چی؟ همون که جسدشو پیدا کرده؟ نه، شلمان آدم خوبیه. اینه میگی دزده؟ چرا، ولی آدم خوبیه. خونه خودتون کجاست؟ ما تا اونجا همسایه ایم. جمع کن بریم خونه‌ت. برای چی؟ میخوام با مادرش و بقیه همسایه‌هاشون حرف بزن. اونجا که اونجا دوست رفیق نداشت، همه رفیقاش همینجا بودن. تو که همه رفیقاشو نمیشناسی. میخوام مادرش رو ببینم، باشه حرف بزنم با همسایه‌هاشون. میخوام ببینمشون. میخوام من آدرس میدم، شما خودتون برید، چون که نمیتونم بیام دیگه. از صبح چی داش نکرده. تو شب چند جفت میفروشی؟ 5 تا 6 تا. جفتی چند؟ 10 تومن. ده تاش مال من. اونا رو میشناسی اونجا نشستن؟ رفیقات هم؟ آره، همینجا با هم کار میکنیم. عباس بچه ها رامین میشناسی؟ بارداری نوبت منه. بار ندارم. رامین میشناسی؟ پسرمو اینه. پسرمو توه؟ همین که تازه کشته شده، جنازه شده دادن به پلیس. آره پسرمو توه. چیکار داری؟ مأمور اداره آگاهیه. آخرین بار کی دیدیش؟ آخرین بار؟ همینجا. نپرسیدم کجا، پرسیدم کی. روز قبلی که جنازه‌شو پیدا کنن. چند روزی بود ازش خبری نبود، سر کار نمی اومد. بعد اون روز دیدم اون لبه نشسته داره سیگار میکشه. خیلی هم حالش خوب نبود. ازش پرسیدم چیزی شده، چیزی بهم نگفت. بعد رفتم واسهش آب میوه خریدم، با هم خوردیم. بعدش ما درگیر کار شدیم دیگه. تو هم ندیدیش؟ نه. این آخری ها با کسی دعواش نشده بود؟ نه، دعوا نمی کرد. بچه خوبی بود، با کسی کاری نداشت. خیلی خوب. این چند روزه من همین دورو برام. اگه چیزی دیدین یا به کسی مشکوک بودین، یا به خودم یا به بچه های کلانتری ترمینال خبر بدین. چش باش. سرمچه سلیمان سوارشه شوش. سرمچه سلیمان خرمه بود. افتانه باشیه. شلمان رو ندیدی؟ سلام جان، سلام. خسته نباشی. قربان شما. راست شلمان رو نتونستم پیداش کنم. همیشه همین دور و برا پلاسا. ولی به محض اینکه پیداش کردم میارم خدمت. اشکال نداره. اگه پیداش کردی یا بفرستیش آگاهی یا خبرم کن، خودم مأمور بفرستم. چش. شما امری با من نداری؟ نه ممنونم. کاری داشتم حتما میام پیش. قدم تو روشش. سلام باشی. ممنون. خدا نگهد.
خوش اومدین. اینجا خونه ماست. آدم ها هم دیگر رو میشناسن اینجا. شما یه ذره واسه شون غریبه این. به خاطر همین نگاهتون میکنن. تشریفی هایی اون به خونه ماست. بریم سمت خونه مادر رامی. باشه بریم. خیلی خوش اومدی. زحمت نمیدم. اومدم راجع به رامین ازتون بپرسم. بله نوروز گفت. من خودم امروز میخواستم بیام تهران. بیام آگاهی. پسر دسته گلم. جسدش کجاست؟ پزشکی قانونی یه چند روزی اونجا میمونه. بعد برای تحویل دادنش با نوروز هماهنگ میکنه. به خدا خیلی بچه آرومی بود. نه که من بگم. از هر کی بپرسین همینو میگه. مثل یه مرد کامل از صبح تا شب میرفت سر کار. تو بیابونا رو ماشینای سنگین بالا سر خواهرش بود. خواهرش کجا؟ نه هر کدوم سر چهار رو. از خودشون پرسیدم. اونا هم سر کارن. گل میفروشن. من خودم هم اینجا عروسک درست میکنم. مریض احوالم، کار زیادی ازم بر نمیاد. خدای کاش من صد بار جای اون بچه مرده بودم. به نظرتون کی ممکنه رامین کشته باشه؟ والا چی بگم؟ اینجا که همه بدبختن، دنبال یه لقمه نون شبشونن. اونم که به کسی کاری نداشت. تعصب میرفت تا شب دنبال یه لقمه نون واسه ما. آخرین بار کی دیدینش؟ والا یادم نیست. چند شنبه بود نوروز. دوشنبه اینا بود. صبح زود با نوروز میرفتن ترمینال جنوب تهران واسه کار کردن. اون روز رفتن و دیگه برنگشت. چند روز بعدش چی؟ چند روز یه چند روز بود رفته بود روی ماشین کار میکرد. ماشین؟ چه ماشینی؟ کجا؟ کدوم شهر؟ والا چیزی نگفت. نمیدونم. من حرف نمیزد اصلا. منم چیزی نپرسیدم واسش. هرچی هست هم ترمینال اونجا یه سری آدم ثابت و قابل اعتماد هستن. ولی بقیه چی؟ همین که تو رفت آمدن. شما باید اونجا دنبالشون بگردی. تو خودت کیا میری ترمینال؟ من از صبح تشتم. ببخشید جام سلام. فقط یه سوالی میخوام ازتون بپرسم. حالا شاید فکر کنین که الان زود باشه ولی به خاطر مادر این بچه بپرس. اینکه الان دیه به این خانواده تعلق میگیره یا نه؟ احتمالا. کی باید این دیه رو بده؟ قاتل یا خانواده قاتل؟ اگه پیدا نشه قاتلش چی؟ حالا موقع راجبش حرف میزنیم. نمیای تهران شما؟ نه دیگه من امروز کار کردم حرومه دیگه. خیلی خوب اگه کاری داشتی حتما با من تماس بگیر. خدا حافظ. خیلی ممنون. بریم پایین بچه ها. بودین. قضیه پیدا شدن جسد همسر سابقتون رو متوجه شدین؟ اون اسم داره دیگه. به غیر از اینکه شوهر سابق من بوده اسمم داره. مگه اینکه شما هی مدام بخواین یادم بیارین که اون شوهر سابق منه. بله. کشف جسد شاپور. خوبه. از اول معلوم بود کار خودشه. من نمیدونم از من چرا شکایت کرده. اصلا جفتشون مریض بودن. اینم شما بکشین هر دو راحت شن. برحال اون به خاطر حرفای امروز شما کشتتش. من فکر کردم منو آوردین اینجا از من معذرت خواهی بکنین. تازه نکنه میخوایی منم زندان بندازیم به خاطر اینکه به یه آدمی گفتم داره با یه آدم عوضی زندگی میکنه. نخیر.
بله آقا جون همینه، وقتی میای زندگی یکی رو به هم میریزی آماده باش زندگیت به هم بریزه. میخواستم ازتون بیشتر راجع به شاپور بپرسم، اینکه به دختر دایی شما پیشنهاد داده بوده به نظرتون دلیل کافی برای کشتنش هست؟ خب اون موقع با احمدی تو عشق عاشقی بوده دیگه. میدونم، ولی این کافیه که اونو با 4 تا ضربه چاقو بکشه؟ 4 تا؟ به نظر من که کمش بوده. راستشو بخوام بگم احساس میکنم یه چیزایی راجب شاپور هستش که شما نمیخواید به ما بگین. اگه نگفتم که الانم دلیلی نداره بگم. اصلا چه اهمیتی داره؟ اون مرده، قاتلش هم پیدا شده. مثل اینکه شما خیلی سرتون خلوته دیگه، نه؟ به نظرتون احمدی اونو کشته؟ ای بابا شما هم دیگه نوبرش رو آوردین. من چه میدونم، شما پلیسی؟ من اصلا راجع به این آقا و خانم قاتلش دیگه هیچی نمیدونم. دست از سر من برداری. میتونم برم؟ به خدا دارم از خستگی میمیرم. خواهش میکنم، بفرمایید. ببخشید خانم، نایلون از کجا آوردی؟ چطور؟ می‌خواستم ببینم اون چیزی که روش نوشته تبلیغ چیه. این مال فروشگاه خودمونه، فروشگاه زنجیره یه نسترن. این چی؟ افتاده بود جلوی در، فکر می‌کنم مال شماست. آره، از رو لباسم افتاده، فروشنده اونجا بود. کشتمش، ولی به پیشنهاد احمدی. نکنه همون که این پولا رو بهش داده اون بلا رو هم سرشو برده. شما اینجا چه کار میکنید؟ مزاحمه. لطفاً با من مستقیم حرف بزنید. توقع اینو نداشته باش با آدمی روبرو بشی که یه زمانی عاشقش بود.